ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ایران روز دوشنبه 11 آذر ماه از تشکیل کارگروه ویژه در بانک مرکزی برای وصول دارایی‌های بلوکه شده ایران در خارج خبر داد و گفت این دارایی‌ها به سرعت آزاد نمی‌شوند، اما آزادسازی این دارایی‌ها در شرف است و پیگیری‌ها در حال انجام است. در جریان تیراندازی میان مرزبانان جمهوری آذربایجان و افرادی که قصد ورود از ایران به خاک این کشور را داشتند، یک مرزبان آذربایجانی کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. درگیری زمانی رخ داد که قاچاقچیان قصد داشتند به طور غیرقانونی با عبور از مرز وارد آذربایجان شوند. به گفته ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، هیئت تحقیق این سازمان شواهد متعددی داله بر ارتکاب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت از سوی بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه به دست آورده است. نخست وزیر تایلند یین گلوک شیناواترا خواسته معترضین را برای استعفا از سمتش مغایر قانون اساسی خواند و آن را رد کرد، اما تاکید ورزید که برای پایان دادن به اعتراضات آماده هر گونه مذاکره‌ای است.